افغانستان در دو سوی هندوکش، ارتباطات، موانع و فرصت ها. آزاد جرگه تستری میسی به بی بی سی او در افغانستان در ملی رادیو تلویزیون گرده خبرونه. سلام، این بار در دامنه هندوکش در سراج الامصار از شما پذیرایی میکنیم. ارگ شاهی جبل سراج که حدود یک قرن پیش در زمان امیر حبیب الله خان به عنوان یک قلعه مستحکم جنگی به خاطر امنیت سه گذرگاه مهم که شمال کشور را با جنوب آن وصل میکند اعمار شده بود. دغه غرنی گودرونه د خواک لاره چه پر پنشیر دریاوړي، د اولنګ او سالنګ لار چه خنجان ته وروخته او په غوربند دره کې بامیان ته ورغلی لار ده. نن د هندوکش د دوو خواو شمال او جنوب ترمنځ پر اړیکو او فرصتونو خبرې کوو له دغو درنو میلمنو سره. د فواید عامه مرستیال وزیر دیپلوم انجینر احمد ولی شیرزای، انجینر محمد عاصم عاصم ولی پروان، د ولسی جرګې پخوانی غړی او اوس په پارلماني چارو کې د دولت سلاکاره همیرا اکاخیل و حسیبا افت عضو شورای ولایتی پروان. کوربه مو زه اسماعیل سعادت یم. خپلو درنو میلمنو او د خپرونې ګډونوالو ته چې د هیواد له ګوټ ګوټه تر دې ځایه راغلي دي هرکلی وایم. پیل له بغلان ولایت د فاطمه نوری په پوښتنې کوو. طرف راست قطار سوم بفرمایید. شمال و جنوب از لحاظ جغرافیایی توسط کوههای هندوکش تقسیم شده، این چی پیامد دارد و چی معنا؟ تشکر میکنیم. جناب معین صاحب، از شما شروع کنیم که از نظر ساختاری مثلا امی موجودیت کوههای هندوکش و تقسیم شدن افغانستان به دو طرف کوه هندوکش چی معنی میده؟ تشکر از سوال شما. و چیزی که من گفتم، میتونم تراکم نفوس باعث شد که ما از هندوکش تیر شویم و از منطقه که فعلا سالنگ است. اگر تراکم نفوس ما به منطقه دیگر می بود، به مقایسه که فعلا بین منطقه شمال هندوکش و جنوب هندوکش است، شاید یک جای دیگر می بودیم. اما فکر کنید تمرکز نفوس ما بین قندوز و مزار شریف و بغلان، اینا یعنی تقریبا طرف شمال هندوکش فعلی است و ممچنان جبل سراج و پنج شش ولایت که ما می‌بینیم به جنوب است. امی خود از طبیعتا یک ضرورت به وجود آورده که باید امی دو منطقه وصل شود. و از نظر مواصلات و راه ها و اینا مثلا چالش هایی را که به میان آورده چیست؟ شما قسم خبر دارین سالهای سال مردم از راه شبر می رفتن که کمک پایین تر از بامیان، و سالهای چل که حکومت وقت لازم دید که یک راه خوبتر از کم بالاتر و کوتاهتر بسازند از شبر، این راه سالنگ بود. دیگه از انجینرهای شوروی خواهش شد و همچنین از انجینرهای آلمانی که طرحهای خاص برای عبور از سر هندوکش به حکومت بتند. در اون صورت در وقت آلمان هم یک طرح داشتند که به ارتفاع بالا نمی رفتن، از ارتفاع پایین، منتها تونل که اونا پیشنهاد کرده بودند کمی طبیلتر بود از تونل سالنگ کرده. و روسا، انجینرهای روسی که آمدن ایره مطالعه کردن، اینا ترجیح دادن کم بالا بریم که طول تونل کوتاه شد، ورزی که تکنولوژی وقت نمیتونستن که تونل های بسیار طویل بسازن. دامن کوههای که کوههای هندوکش از نوع کوههایی که سنگای بسیار مثلا قوی و مثلا بگویم چیتر است. از اون خاطر کوشش کردن که امو بدیلی که روزها پیشنهاد کرده بودن امو رو قبول کردن، و تا بالا که میبینین امو یک راه است که ما شما تانستیم امی تراکم نفوس شمال و تراکم نفوس جنوب وصل کردیم و یک خط بزرگ تجارتی ایم است. بله، تشکر. انجینر سباسم، ستاسو لنظر دا خبره چه افغانستان ده ده دنگ و غرون و لعمل پا دو خواه شمال و جنوب ویشل شوه دی چنگ کاری تاسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس همه را خوش آمدید میگیم و صفا آوردین. در این مورد باید عرض کنم که این خودش در اساس به حکمت پروردگار اشکال طبیعت است که خداوند سانه حقیقی است و
به می شکل خلق کرد. و در قرآن مجید هم می فرماید که علم نجل الارض مهادم و الجبال اوتادم، یعنی کوها را برای زمین که مهد است برای سکونت و اسکان ما و شما است به شکل میخ تعبیر میکنه که سکون و ثبات زمین را حفظ بکنه، خداوند به حکمت خودش خلق کرده و در این خلقت حکمت های بزرگ نهفته است. میبینید که از پامیر شروع میشه، یعنی افغانستان شامل پامیر کوچک است، تاجکستان پامیر بزرگ. از پامیر کوچک این سلسله جبال سرچشمه میگیره تا تیربند ترکستان میرسه. بحث ما در هندوکش است، به طرف شمال ازی و به طرف جنوب ازی میبینیم که دره‌ها، وادی‌ها، جلگه‌ها و همینطور به طرف شمالش و در دامنهای شمالش ما شما میبینیم که در حوزه افغان تاجک منابع بزرگ زیرزمینی ذخایر ما شما داریم که هم به حکمت خداوند یک نعمت بزرگ الهی است که در قلب زمین و در اعماق سرزمین نهفته است. و در جنوب سلسله جبال هندوکش شما ای دره‌ها و وادی‌ها را که می‌بینین، در قلب کوه‌ها مینرال‌ها و انواع سنگ‌های قیمتی، دانه‌ها و آهن و مس و امثال از این در اینجا نهفته است که منابع بزرگ و ذخایر بزرگ طبیعی را که بشر می‌تونه از او استفاده بکنه و زندگی خود بسازه از طرف خداوند ارزانی شده. از طرف دیگه تمام اراضی که در دامنه های جنوب هندوکش افتیده است تا سرحد پاکستان و تا مناطق پاکستان و شمال تا به اصطلاح مرز آمو، تمامی وادی ها و اینا را که شما میبینین از طریق دریاهایی که از شمالی سلسله جبال هندوکش و از جنوبی سلسله جبال امتداد پیدا میکنه، سرچشمه میگیره توسط انبار برفی که در این سلسله که وجود می داشته باشه، اسباب زندگی به حکمت خداوند سبب شینیمی سلسله جبال و سلسله کوه شده. یعنی به نظر شما یک فرصت است موجودیت کوه ها، یک نعمت است. شما چی فکر میکنین؟ بفرمایید آقای که در قطار اول تشریف دارن. من به اکبری هستم از ولایت غور. ما خوشبختانه خلقت خداوندی را قبول داریم، اما با تاسف باید گفت که مثلا شمال و جنوبی به وجود آمده. علت اساسیش چی هست؟ من میخوام کلیتر بگم، هر مهمان برنامه که میخواهد جواب بگوید. علت اساسیش چی هست که مثلا راه های مواصلاتی از شمال به جنوب بسیار کم است، در صورتی بند شدن یک سالنگ مردم از کجا یک دیگر پیدا کنند؟ التاس مهربانی اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ابراهیم دکندار اوسیدونکی. کمور د افغانستان خلق، یعنی د افغانستان د جغرافیه تابیسو په خپل منځ کې اختلافونه او هغه بدبینی ژبنی مذهبي او نور سمتی اختلافونه لري کو، دا ان شاء الله به هیڅ خند مرتواخی نسی. کولای شو چې دغه لار څخه نور لاري و څنګه ته هم جوړ سي، البته په یو تکلیف او مشکلات سره. مننه کوم. تاسو نه میرم به سوال دوم برنامه که جکتار ملیوال نورستان ولایت د پښتنه مته کړی دا. جکتار ملیوال، په افغانستان کې همیشه او هر وخت د رادیو لارې او د رسنیو لارې حتی په نننۍ غونډه کې هم، یعنی په آزاده جرګه کې د شمال او جنوب نوم اخیستل کیږي، مشرقي او مغربي سمتو ته هیڅ څوک توجه نه لري. آیا علت څه شی دی؟ مننه کوم. له تاسو نه مېرمن اکا خیل، تاسو فکر کوئ چې ولې تل شمال او جنوب یادیږي، ولې دوی وایي چې شرق او غرب خلک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل تاسو ته سلامونه ټولو قدر مناظرین او ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم په دغه ډیر شو څلوېختو کالو کې چې په دې هواد کې جنگ جګړې وي، دغه ارتباطات د شمال یا جنوب، حتی د دوو ولایتونو چې څنګ تر څنګ دي یا هم جوار دي، هم دغه رابطې د جنگ په حالاتو کې قطع وي، تګ و راتګ نه و، د خلکو ته زمینه مساعد نه وه. خو اوس بیا هم فضل د خدای او الحمدلله موږ چې وینو ډیر دوستان د شمال نه جنوب ته ځي، د جنوب نه شمال ته ځي. خصوصا زه د بلخ نه ویلی سم چې موږ په نوي کال کې یوه ډیره ښه میله لرو چې دوستان به ټول د دې نه په جریان کې چې د نوروز میله ورته وایي، د نوي کال لومړۍ ورځ. یعنی زه خپله په دې څو کلو کې ډیره خوشحاله دې ته یم چې ډیر دوستان زه وینم، اورم او خبرېږم چې دوی د جنوب نه راغلي شمال ته یا بلخ ته په دغه میله کې دوی ګډون کوي. خلکو تګ راتګ کوي، خو دا خبره څوک نشي لپامه غورځولی چې دغه مفهوم شته دی
د مفهوم موجود دی د خلکو په منځ کې د کله کله د خبره کیږي چې شمال او جنوب دوی پښتنه دا و چې ولې د شمال او جنوب یادیږي ولې خلک مثلا نه وایي چې شرق او غرب خو ما مخکې ویلی چې یعنی اوس زمینه دې ته مساعد شوې ده چې نه تنها شمال جنوب بلکې د افغانستان هر ولایت چې کاغه بدخشان یې کاغه مشرقي سیمې هر ولایت چې زمونږ باید په لومړي قدم کې مونږ خپله وهڅیږو چې راځئ دغه یو علاقمندي په مونږ کې چې مونږ لاړ سو نور ولایت وګورو همداسې په راستې ولایت کې چې والي صاحبان دي لکه څنګه چې مخکې والي صاحب وویلې دوی باید دغه ولسونه وهڅوي د دوی په همکارۍ باندې باید خلک تګ راتګ وکړي زمینه او چانس دې ته مساعد سي چې خلک راسي مثلا ولایتي شوراګانې دي وکیل صاحبان دي چې د خلکو استازي دي په ولسي جرګه کې دي سناتور صاحبان دي یا نور اجتماعي ټولنې دی غونډی چې دی او شوراګانی باید دوی منګه موهڅیګو او حکومت او نور دوستان چې پراست یو ولایت کې دی دوی هم باید خپل تبو تلاشو کې خلک تشویق کې دوی همکاري وکړي تر څو وای منګه تاسو په پښتو کې یو متل لرو وای مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله بزه درځم نو چې تاګ را تاګ وی رفت آمد وی ارتباطات وی زه فکر کوم دغه فاصله نزدیکی او منګ باید خپل وهڅیګو زه خپل یوازینه قسم د دې علاقه لرم چې د افغانستان ټول ولایت وګورم مګر بعض خیر هغه باندې به راشو چې څنګه دا واټن که چیرته موجود وي دا سره نږدې کیدلی شي خانم معفت شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که امی موجودیت ای سلسله جبال هندوکش بایی سازی شده که امی عبارت به اصطلاح شمال و جنوب به وجود بیه یا دلایل است که انسان ها در عقب ازو هستند که عبارت به وجود آوردن؟ بنام خداوند بخشاینده عرض سلام خدمت همه اشتراک کنندگان ما میخواییم در مورد از این که شمال جنوب مرزی را به وجود آورده کوههای هندوکش قسمی که والی صاحب هم در صحبتشان گفتن کوههای هندوکش خلقت است، خلقت زمین هست و ما باید چگونه میتونیم که امی مرزی را که به وجود آمده یعنی شمال جنوب را یعنی از لحاظ جغرافیایی جدا ساخته ما این فاصله را از بین میتونیم از لحاظ ذهنیتی فکری در بین هم وجود نداشته باشه مثلا شمالی نگوین مثلا اگر گفتن هم از لحاظ ذهنی یک بدبینی وجود نداشته باشه و اگر جنوب هم ما میگیم نباید قسمی که خانم مایرا هم صحبت داشتن ما هم ترجیح میتم که بیشتر تر باید ارتباطات مستقیم بین مردم پیدا شوه و اونا مراوداتشان را بیشتر بکنن و نمی ذهنیت های که وجود داره مثلا مردم جنوب و مردم شمال همین موضوعات باید از بین برده شد و لحظات بیشتر برادر دیگه ما هم سوال کردن که مشرقی و غربی چرا نیست به این دلیل است که شاید مرزی وجود نداشته باشه ما اینجا که صحبت میکنیم در مورد امی کوههای هندوکش که شمال و جنوب را جدا ساخته بنانی خلقت خداوند هست که شده و ما باید انسان هایی که در اینجا زندگی میکنیم در شمال و در جنوب باید امی ذهنیتی را که این شمال است و این جنوب است باید این از لحاظ کمی موجودیت حصار هندوکش باید سازی شده که بله. مفهوم شمال و جنوب به وجود به ولی سه تا سه فکر کنید که پدی ارتباط باید عرض بکنم چه دا یو تعبیر ده چه ده خلق و لخوا ایجاد شویده افغانان طول الحمدلله مسلمانان دی پدی وطن که اکثریت قاطع نفوس مسلمانان دی او د خدای د حکم په اساس او د پیامبر بزرگوار اسلام د هدایت په اساس مون طول مکلف یو چه سره متحد و سیگو یو ملت یو امت یو پدی که دغه اختلافات نن سبا مطرکیگی شمال د جنوب دی زمونږ د دیانت او د اسلامیت د عقیدې په اساس دا گنجایش نه لري مونږ هیڅ یو حق نه لرو چې دغه سه مسائل خپل منځ کې مطرح کړو که دغه لوی غر د هندوکش په نامه چې افغانستان کې واقع دی او ځینې ولایات د دې غره په جنوب کې واقع شوي د ځینې په شمال کې ما مخکې عرض وکړو چې دا یو لوی نعمت دی د خدای له طرفه دا چې نن سبا دغه سه مسائل مطرح کیږي دوه عامله لري یو دا چې دلته جنگ شروع شو زموږ په ملک کې تر ننه پورې جنگ جریان لري لاسوهنې دي بیرونی مداخلې دي او دغه مداخلهګر جریانات که ملکونه دي که حلقې دي هغوی غواړي چې دا ملت مختلف او په اختلاف کې وساتي د اختلاف په نتیجه کې موږ نشو کولی چې سره ګډ شو
متحد شو، متفق شو، او د خپل مخالفین په مقابل کې سرنګ چې الله تعالی حکم کړی ده په یو واحد صف کې دی هغوی په مقابل کې ودرېږو. زموږ مخالفین همیشه دا کوشش کړی ده چې په دې دیش کلن دوره کې چې افغانستان کې جنګونه جریان لري او مشکلات ایجاد شوی ده، دغه قومی مسائل او لسانی مسائل کله کله برجستکیږي، رامنستکیږي. لامل او دلیل هم داده چې دښمنان غواړي چې دغسې یو حالت وي افغانستان کې، دغسې مشکلات موږ لرو، سره متحد باید ونه اوسېږو چې هغوی خپل اهداف زموږ د مز نه راوچت کړي او په دې ملک یو نظام او یو قیادت او یو دولت جوړ نشي. دویم دا په لاس جوړ شوي مفاهیم یقینا. دویم داده چې کله چې دولتونه ضعیف وي، سلطه او اقتدار کامل نه وي، په دغه سې حالت کې لسانی او سمتی مسائل ډیر برجسته کیږي. موږ او تاسو باید ټول کوشش وکړو، سره لاسونه ورکړو که نظام او دولت مقتدر شي او مسلط شي، دغه مسائل په طبیعي انداز له منځه ځي او دا مسائل انشاءالله ټیټیږي. او دا نن سبا چې د ژبنۍ او سمتی مسائل ډیر مطرح دي، خامخا دا حل کیږي. یعنی د هیڅ یو افغان هم دغه مسائل چې نن سبا مطرح کیږي غوښتنه او خواهش نه ده. دا تحمیل شوی مسائل دي. تشکر. میریم به جمع حاضرین. شما چی فکر میکنید که چرا مفهوم به اصطلاح شمال و جنوب با وجود آمده در حالی که ما هیچگاه از شرق و غرب صحبت نمی کنیم؟ آقایی که در قطار چهارم نشستن بفرمایید. ظاهر استم از دای کندی. من به این باور استم که اصلا بحث شمال جنوب نمیتونه که با کوی هندوکوش خاتمه پیدا بکنه. هیچ کشور دنیا نیست که کو نداشته باشه. و من عرضمه است که چی عوامل وجود داره که این اختلاف را با وجود آورده و امروز شمال جنوب کشور ما همیشه دامنگیری اختلافات هست؟ شما چی فکر میکنید چی عوامل وجود داره؟ من فکر میکنم که اون چی که باید با عصر کنونی شوه نمیشه. مثلا؟ از شمال جنوب از احساسات مردم، از قومی، از مذهبی، از لسانی استفاده میشه. یعنی برحق مردم جفا میشه. اگر جفا نمیشه، ولی صاحب فرمود تمام اون چی که خداوند خلق کرده نعمت است. چرا مثلا درست معدن حاجیگگ استخراج نمیشه؟ درست. شما میگین که چی است مزار در چیزی که شما میگین نیست که این مفاهیم است یا که ساخته شده به خاطر مقاصد و اهداف مشخص. بله. ولی فکر کوئی چه ده ختیز و ده لویدیز یا ده شرق و غرب در منز ده کار نده شوی، ولی دلتا خلق ده حسن نده کرده چه مثلا ده دول مفاهیم رو بسی. تاسو خو خبری وکرلی یا بل خاقلی تورزوی ده خانمی که در قطار اول تشریف دارن در بانی. من از ولای جوزجان هستم. آیا حکومت در مورد شمال کدام برنامه برای آبادی استخراج و ایجاد فابریکا ایجاد شغل موجوده تا حال؟ چرا تا حال به سمت شمال توجه نشد؟ دیگه محصولات زراعتی که در مناطق شمال حاصل بهتر نسبت به مناطق جنوب دارد، دولت باید راه حل این مسائل را پیدا کند. تشکر از شما. در بلکه غلی چه کین لورت نستید ورستی کتر که؟ عبدالولی ما در زابل نه. پدی موضوع که می در شرق و شمال و جنوب بیزید بندی می در اقید چه در شمال و جنوب مابین سیکم تاسوب پیدا سویده در ولست خواه نده. ولس حڅه کوي ترڅو د تعصب ته د پای ټک کې شي، ولی د لوړپورو سیاسي چارواکو د خواڅخه دغه تعصب تلمون ول کیږي. تیر مثال لکه په تیر جرګه کې سي د ملي مشر سپکاوي وسو، دا ټول د دې معنی کیږي چې د شمال او جنوب ته مابین باندې تعصب پیدا سي. مننه کوم له تاسو نه. مېرم به سوال سوم برنامه کې اسمت الله راغب از ولایت غور ای سوال مطرح میکنن. به نظر شما آیا موجودیت سلسله کوههای هندوکش میتواند یکی از عوامل ایجاد شکافهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میان شهروندان شمال و جنوب واقع شود یا خیر؟ و در ضمن رای اتصال رای ترانزیتی شمال و جنوب تا چه میزان میتواند در همگرایی دولت و ملت ما را در افغانستان کمک بکند؟ تشکر. تشکر از شما. انجینر صاحب شیرزی، استاس پا
په نظر د دوی ځواب سوي دوی وایي چې آیا دا د هندوکش غرونه د دې سبب شوي دي چې د افغان ولس ترمنځ ټولنیز په اصطلاح درز رامنځته شي؟ جواب نه برای مردم نیست، اما پیشتر این موضوع یاد شد که زیادتر فکر کنید ما شما از دور نریم 7000 سال پیش بریم، ما داشتیم باشنده به جنوب و به شمال هندوکش و بینشان هیچ وقت مخالفت هایی که امروز میبینیم نیست، اما چیزی که امروز ما میبینیم زیادترش سیاسی است، یعنی بین مردم ما شما هیچ مشکل وجود نداره. من کمه که میخوایم در باره جغرافه بگویم برتن که سوال پیدا شد شرق شمال جنوب چرا شرق غرب نیست. در زمانی که زمین قشرش ساخته میشد منطقه سب کانتیننت یا قاره هندوستان جدا بود. وقتی که قاره هندوستان اصابت میکنه به آسیای مرکزی، اون فشاری که وارد میکنه کوههای هندوکش هم میسازه. اصلا همالیا کلش ساخته میشه. اگه میال شما به سالنگ میریم شما سنگهای نمیبینید که تو قاد شدگی است. یعنی یک زمانی بود که می سنگها نرم بدن، وقتی که فشار سرش آمد کوه ها رو به وجود آورد. در تقسیمات جغرافیک ما شما ببینیم در مرکز افغانستان تیمشمی سلسله جبال طبیعی طرف شمال و جنوب ساخته شده، چون دلیل از اینکه هر کس نمیتونه با آسانی شمال بره از شمال به جنوب بیایه و شمال از نگاه آبهایی که جناب والی صاحب گفتن زراعت بسیار رشد داد به طرف شمال چون خاک زیادتر بود، طرف جنوب خاک کمتر از ما. شما دیگه چیزها داریم، درخت داریم، فرجان کوه ها داریم، میبینید دامانه های داریم که کلش دره های داریم که همش اکثرا حاصلات درختی بسیار بسیار خوب دارن و در شمال حاصلات زمینی زیاد داریم، گندم و جو و جواری و حبوبات. این خود از یک اقتصاد به وجود آورده بین شمال جنوب. من یادم میاد زمانی که مکتب بودیم شمال ما چی میگفتیم جای غذای بله برد بسکت بله کندوی افغانستان میگفتم، تقریبا 4 فصل یا چند حاصل گرفتم میشه در طول سال. و از این نعمت دیگه که ما شما از کوها داریم می آمدن دریاهاست که در هر دو طرف میتونه که رشد اقتصادی رشد زراعتی رو پیش ببره. و از اینکه ما شما سر از این بحث کنیم که پرژن چرا شرق و غرب نداریم، داریم، همین کوها شرق هم دارن غرب هم دارن. بطور مثال ما در جنوب کوها نورستان داریم، در شرق اینجا مقصد از این مفهوم که به اصطلاح به شما سیاسی خوانده نشه، این مفهوم سیاسی شمال جنوب میگه که ایجاد شده دلیلش این است که ما در بین می کوههای هندوکش داریم و چرا اگر مثلا در او بین شرق و غرب هم سلسله کوه وجود داره اونجا چرا این مفهوم باز صدق نمیکنه؟ نه، تقسیمات شرق و غرب ما چی نیستیم، اتفاق کوههای شمال جنوب نداریم که ما شرق ما را از غرب ما جدا کرده باشه. در غرب کوههای هندوکش همه با هم وصل هستند و در شمال هم همه با هم وصل هستند. یک چیز دیگه که شده که دمی فشار که آمد این کوه ها را ساخت، تعداد زیاد معدنیاتی که وقت پهن بدن کل جنا در این سلسله کوه ها جا به جا شدن. امروز شما خودتان میفهمید که این نعمتی که ما شما داریم باعث بسیار جنجالای ما در صحنه امروز سیاسی شده. چرا همه از اینا ثروت است، ثروت سرشار است. یعنی هر کس خوش داره که به اینا دست داشته باشه و استفاده نامشروع کنه. شما میبینید امروز دمی دور بر خودم دمی چند ولایتی که همینجا هستیم استخراج های غیر قانونی صورت میگیره و این می خودش باعث از این میشه که مردم کنترل منطقه رو به دست بگیرن، صلح از بین ببرن خاص به خاطر منافعشان. مننه مرمن اکا خیل تاسو فکر کوئی پختر دا و چې آیا د دغه غرونو موجودیت د سبب شوی دی چې د افغانانو ترمنځ یو ډول ټولنیز بیلواله او لریواله رامنځته شي؟ نه خدای دې نه کړي. جنوب زه فکر کوم هلته زموږ اکثریت پښتون نشینه خلک دي، هیوادوال دي، او په شمال کې چې دي بیا زموږ دري ژبې یا فارسي ژبې ورونه خویندې هلته ژوند کوي. نو د دغه نه زموږ سیاسیون همیشه استفاده کړي او لاسوهنې هم د ګاونډیو هیوادو دي چې دا دوه په یو هیواد کې دوه تقسیمه خلک راوځي چې شمال او جنوب د چنن ورځ موږ او تاسو په دې بحث
لکه وزه فکر کوم لکه څنګه چې دوستان ویلي خبر او ستونزه په ولس کې نه ده. مشکل به زمونږ په سیاسیونو کې ده چې هغوی د خپل چوکۍ لپاره د خپل شخصي منافع او په خاطر ده په دې خاطر چې قدرت ته ورسي او په دې خاطر چې ډالر یې لاسته راوړي دي هغه هیوادونه چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنې کوي خلک یې په ډلو ډلو ویشلي دي شمال او جنوب یې ترې جوړ کړی مرکزي او شرق و غرب یې ترې جوړ کړی. زه فکر کوم چې زمونږ خلک د یووالي او د اتحاد او اتفاق تږي دي د سولې تږي دي. هیڅ افغان به زه فکر کوم هیڅ دا بیخي په اطمینان وایم چې افغان دا هیله نه لري او دا نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ وي او خدای نه خواسته بې اتفاقي وي او شمال او جنوب سره تقسیم وي. غرونه نسی کېدلی دا د غرونه کله چې موږ وایو چې زه وایم چې زه د جنوب یم او تاسو وایئ چې زه د شمال یم خپل هم دا بیلوالی رامنځته کړ. زه د همدغه یو منفي خپل یو تفکیک دی یو بیلوالی همدغه یو منفي خبر ده ځکه ما مخکې ویل چې د دې ونه سیاسیونو یو بابا جوړ کړی په اصطلاح موږ او تاسو یو داسې منفي تاثیر په دې ښه چې شمال او جنوب یعنی که زه وغواړم د مال لپاره هېڅ مشکل نشته زه شمال نه تلی سم جنوب ته لاره سته موټرې سته تیاره سته هر شی سته دي که زه وغواړم. خو موږ ولسونه هم باید په دې کې وهڅېږي مشران هم په دې کې باید همکاري وکړي راځئ چې په دغه خبره باندې خاوره واچو نورې پټه کړو چې شمال او جنوب موږ ټول افغانستان ده ټول ولایات موږ ته د قدر وړ دي که فارسي دي که ازبک دي که تاجک دي راځئ چې نور دښمنانو ته هېڅ موقع ونه کړو چې موږ په ډلو ډلو وویشي خپله باید لاس په کار سو دغه اتحاد او اتفاق او یووالی او ورورولي ته په خپل منځ کې مستحکم کړو تر څو دښمن د دې نه سوء استفاده ونه کړي او زموږ سیاسونه هم له دې نه استفاده ونه کړي. مننه کوم انجینر صاحب واسم شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که جغرافیا نقش داشته در اسلامی شگاف اجتماعی که شرکت کننده ما مطرح کردن؟ جغرافیا نقش خود میتونه داشته باشه همینطور که خلقت به صورت طبیعی تاثیرات خود داره در تقسیمات جغرافیایی هم در موقعیت های اجتماعی هم تاثیرات خود به صورت طبیعی می داشته باشه ولی مستقیما ارتباط میگیره به حلقه که رهبری نظام و دولت حکومت به عهده داره. یعنی در بین ملت ها رهبری نظام و رهبران این مکلفیت و مسئولیت دارند که ملت متحد و یک پارچه نگاه بکنند. خصوصا در کشورهای اسلامی باز رهبران سیاسی مشکلشان به مراتب کمتر می باشد. همگی در زیر لوای اسلام، زیر بیرق لا اله الا الله و محمد رسول الله، خود امت پیامبر بزرگوار اسلام و پیامبر آخر زمان می دانند اینجا مشکل کمتر است. این مربوط رهبران سیاسی است که توانمندی، این ظرفیت و این استعداد پیدا بکنند که ملت را در سایه اسلام و در سایه دین خدا متحد و متفق نگاه بکنند. این بحث های دیگه بسیار جزئی است و اندک است قدر بسیار نقش و رول در این مسائل نمیتونه داشته باشه. به طور مثال در این ساختار حکومتی که امروز ما در افغانستان داریم در بعض قسمت ها بسا از ساختارها حتی در قانون اساسی توصیه شده و تاکید آمده روش در بعض ساختارهای دیگه تاکید روش آمده که یک اندازه همی بافتای قومی را حضور قومی را و اقوام مختلف به او اشاره شده. میره به عنوان یک ملاحظه نظر شخصی میست که اینی مسائل هم اگر ما کم بسازیم ما همه مردم افغانستان هستیم در همی جغرافی های واحد زندگی میکنیم. اگر در شمال زندگی میکنیم در جنوب زندگی میکنیم در شرق و در غرب و در جنوب غرب هیچ کدام تفاوتی نداره. در سایه یک نظام و یک دولت زندگی میکنیم حقوق مساوی داریم مطابق قانون. پس بهتر است که مشارکت در نظام حضور در نظام و سهمگیری را بر مبنای حضور قومی و به اصطلاح مشارکت های قومی در بسیار جاها توصیه شده تاکید روش صورت گرفته اینا هم باید اصلاح شوه به خاطر از اینکه یک ذهنیت خود به خود به وجود میاره. ما در اردوی ملی بعضی ترکیبات در نظر گرفتن در خود ساختار ریاست جمهوری هم تکت ریاست جمهوری که است این خودش یک نوع مشکلات است. اینا که در زمان و در شرایط لازمش ما به عنوان یکی از ادبای کشور نظر میست که خدا خواسته باشه فرصت از این پیدا شوه که قانون اساسی را تعدیل کنیم بعضی از موارد باید اصلاح شوه چون اینمی ذهنیت زنده نگاه میکنه. ذهنیتی که ما تاجک هستم ما ازبک هستم ما پشتون هستم ما پشه‌ای هستم ما ایماق هستم این را ما باید از بین ببریم. ما همه افغان هستیم از این کشور هستیم از یک ملت واحد هستیم. دیروز 14 سال در برابر قوای
متجاوز اتحاد شوروی جنگیدیم، یک افغانا بودیم، یک مجاهدین بودیم، از این وطن متحدانه دفاع کردیم. فردا هم میتونیم، امروز هم میتونیم اگر ما متحد باشیم. این بحث این قوم و قومه که دشمنای ما ایجاد کرده، بعضی سیاسیون برای سوی استفاده شان از این استفاده میکنه، این را دور بندازیم هیچ مشکلی نیست. این موقعیت طبیعی به اسلام ما را از هم جدا نکرده. تشکر میکنم. یک سری از ذهنیت های تحمیل شده است که اختلافات در بین اقوام افغانستان ایجاد کرده. اگر ما دور بسازیم مشکل باقی نمیمونه. بله، از شما تشکر. برنامه جرگه آزاد ادامه دارد. در دا آزاد جرگه در بی بی سی او در افغانستان در ملی رادیو تلویزیون گرده خبرونه، چه پر تلویزیون، رادیو او آنلاین خبریگی. نن دلته د هندوکش په جنوبی لمنو کې د پروان ولایت د جبل سراج په لرغونی شاهی ماڼۍ کې د دغو دنګو غرونو د شمال او جنوب ترمنځ پر ارتباطاتو خبرې کوو. اگر شما هم خواستار اشتراک در یکی از برنامه های آینده جرگه آزاد هستید، به 0704-60-60-60 زنگ بزنید. به ټولنیزو شبکو فیسبوک، تویتر او انستاگرام هم د اوپن جرگه په پته موندلی شئ. صفحات جرگه آزاد را لایک کنید و از این را هم با همکاران ما تماس گرفته میتونید. د خبرون بل پختنه ل کندهار ولایت راغلی حاجی محمد نادر حسنی مطرح کوي. زما پوښتنه دا ده چې حق لري چې تاسو کولای شئ شمال د جنوب سره ونښلوي، هغه به کومي وي؟ یعنی یو لاره خوشته ده، د سالنګ لاره، نور لاره هم شته، لکه د شبر، دغه فکر کوي چې د دې ترڅنګ نور څومره لاره پرخیدای شي چې د شمال او جنوب ترمنځ اړیکی او ارتباطات نور هم پراخ کړي. بله، انجینر صاحب شهزاده مهربانی وکړئ. تاسو موږ په افغانستان کې د شمال تر جنوب پورې اوس یو لارې لرو چې فعال دی، د سالنګ دی. په آینده کې موږ 15 لارونه مطالعه کوو چې شمال په جنوب کې وصل کوي. موږ غواړو چې د شمالی طول و سرحدات و جنوبی سرحدات و غربی سرحدات وصل بکو. پا دا طرح که مون 15 لارون لرو کنکشن لرو چه شمال جنوب تا وصل بکو. دا 15 لاری کمی لاری دیم؟ دا نمران دا زرنگ تر ترخم پوره، ترغندی پوره. دا زرنگ سرحد چی پا ایران که دی دا به ترغندی توسل کوو، دغه دی لمرنی دی. دوم دی د زرنګ نه حیرتان توسل کوو، د مرکز د افغانستان سره تیریږي. دریم سپین بولدک حیرتان توسل کوو. میکروفون کې خبرې وکړئ. اجم اولاده د کندهار ولایت څخه د مظلوم ملت د مظلوم انسانانو د درد په خاطر دغه آزاد جرګې ته رابلل شوی یم، او د خپل زړه درد او د ټولو مسلمانانو، غریبانو، یتیمانو درد په دغه جرګه کې و ټولو مسؤلینو ته ورښکاره کوم او ورته بیانونه. زما مشرانو ورونو، د شرق او غرب مسله په افغانستان کې چا راوړل، ولې راوړل، د چش لپاره یې راوړل، او مخنیوی بیا په چش کېږي؟ یاو، او زما مشوره او زما رای او نظر د دغې لارې د پرې کېدو دپاره یا د دغې لارې د سمېدو دپاره دا زما شخصي نظر دی. زه وایم که چیرې د جنوبي ولایتو د والي والیانو صاحبانو څخه نیولې بیا در هغه کښته رتبه افراد ماموره پوری چې په شمالي ولایتو کې والیان شي، او د شمالي ولایتو څخه والیان بیا در هغه کښته رتبو ماموره پوری د جنوبي ولایتو ته راسي. خدای تعالی به دغه مشکل د ټولو مسلمانانو، خصوصا د افغانانو، د زړو څخه لیرې کړي. خدای تعالی به د افغانانو د مابین څخه دغه تاجک و ازبک و پښتون و پلانکۍ و پلانکۍ دا سره لیرې کړي. دا د خارجانو د سسې دي چې افغانان نه سره پرېږدي، چې پر یوه کاسه، پر یوه میز باندې سره کښېني. الله دې دوی در به در کړي. خدای دې د مسلمانانو ناره واوري. خدای تعالی دې جنوب، شرق او غرب سره یو کړي، یو افغانستان دی، یو وجود دی. ټوله خوږیږي، که لاس جلا کېږي، که پښه جلا کېږي، ټوله جوړیږي، ټوله په عذاب دی. مننه کوم له تاسو نه. خانمه که در قطار
آخر یک قطار پیشتر از آخر تشریف دارند با چادری؟ خاطر ریلی که گفتن وای واقعیت داره سمت شمال به مشکل موجود است، یکی انتحاری و یکی دیگه جنگ و یکی دیگه وقتی که مریض میرن در طرف کابل. این رای سالان خراب، آیا چی وقت جور خود شد، چی وقت ما بر مردم خود وعده یه خبر خوش ببریم؟ معین صاحب تو برنامه وجود داره که خاطر ریل تمدید شد و بین شمال؟ بله بله داره، ما تقریبا در افغانستان حدود 4 برنامه خاطر ریل داریم که یکی شمالی است که از تقریبا از شیرخان بندر تا اسلام آباد میره، از شیرخان بر قندوز، از قندوز میره به اسلام آباد. طرحش زیر کار است، میره مطالعات ابتدایی شروع شده، ما با تایرات ریل داریم و بالاخره می شمال بسته میشه. دیگهش که داریم از قندهار هرات کابل، یک خط بسیار زیر مطالعه است که از هرات راسن به قندهار و کابل و همچنان خطای جداگانه به هر سرحد میره. و این برنامه های دراز مدت است دیگه، تقریبا چقدر پیش بینی چی است که این پروژه در چی مدت عملی خواهد شد؟ خود چندین مرحله به ساختار است، اول خود یک فیزیبیلیتی یا مطالعات ابتدایی صورت میگیره که امکانات یا خط سیر معلوم میشه، باز مرحله دیزاین میره، دیزاین ابتدایی با دیزاین آخری است. چیزی که بسیار اساس اینجا موضوع پولش است که ما داریم تقریبا کمکایی که بر افغانستان میره رسیده و میرسه، سالیزی موضوع بسیار تاکید میکنه که ما باید خطوط آهن خود بسازیم. یعنی فضل خدا که اکثر از اینا بودجه داره و دگان بودجه آمده میره. کنفرانس که چند روز پیش براکسل بود، مقدار پولی که از اکثر از دمی برنامه های زیربنایی افغانستان مصرف میشه. و خط سیوم اگر براتون بگم از قندوز تا تورخم میره، فکر کنید از تمام قندوز تا به تورخم که از خود قندوز به طور مثال شیرخان بندر و قندوز میای به بامیان، از بامیان میای به چاریکار و کابل، از خود شهر کابل تا تورخم میره. خط چهارم ما از بامیان تا به غور میره، چون از بالا میره تا بامیان. خط چهارم گفتم از بامیان راستن از مرکز افغانستان تیم میشه، میره به غور و به هرات و بالاخره به اسلام قلعه وصل میشه. یعنی شما اگر ببینید از نگاه مواصلات، یعنی زیربنای مواصلاتی که ما شما امروز به نام ترانسپورتیشن یاد میکنیم که عبارت از سرک هاست، خطوط آهن و میدان های هوایی است. ما افغانستان بیخی به شکل یک نت تبدیل کردیم. پیشتر بهتون گفتیم که 5 خط شمال و جنوب سرک داریم و 3 خط شمال و شرق و غرب داریم، که یکی در وسط هندوکش است، یکی در شمال است، یکی در جنوب است. اینمی تقریبا تمام مشکلاتی که امروز ما شما میبینیم رفع میشه، افغانستان بکی دیگه وصل میشه. ما شما ببینید که هیچ جای خارج نمیمان. تشکر. خانم افت، سوالی بود که چی راهای دیگه میتونه وجود داشته باشه که فاصله بین شمال و جنوب نزدیک بسازن؟ قسمی که موین صاحبان پیشتر صحبت کردن، راهای وجود داره که مثلا صحبت کردن که تونل دیگه هم امکان دارد ساخته شود، در پلانشان هست. این راه ها میتونه که مردم شمال و جنوب را نزدیکتر بسازه و اونا را متحدتر بسازه و افکارشان اینا میتونن که مثلا یک راه اگر نباشه از راه های مختلف استفاده بکنن و افکارشان با هم ارتباطاتشان مراوداتشان بیشتر بسازن و متحد شون از لحاظ فکری، اقتصادی، فرهنگی و همه موارد. تشکر. انجینر سباسم، تاسو فکر کوئی چه د لارو په پراخیدو او د پراختیا په ډیریده او د بنسټیزو جوړښتونو په جوړې پرامسته کېدو به دغه کوم وطن چې تاسو یاد کړئ چې په بیلابیلو لاملونو رامنځته شوی دی، د هندوکش دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو تر منځ دا به نږدې شي، دا به له منځه ولاړ شي؟ افغانانو ته نن سبا ښه مناسب فرصت مساعد شوی ده. یعنی زموږ حکومت که دغه توان او امکان پیدا کړي، د دغه فرصت او امکاناتونه استفاده وکړي او دغه معبر د انرژي د انتقال غزولو د پاره یعنی مناسب استفاده ترینه وشي، لاریم پم دې کې راځي که د خط ریل دی، همداسې سړکونه دي، مختلف تونلونه دي په د هندوکش په غره باندې، همداسې پایپلاین د ګیس تیریږي، همداسې ترانسمیشن لاین د بجلی او برق تیریږي پاکستان ته، همداسې هندوستان ته، نور ملکو خواته، چین ته. نو نن سبا موږ ښه فرصتونه لرو، یعنی که زموږ مملکت
په منطقی او لوی لوی پروژو کې چې نن سبا هغه سروې شوی ده او ډیزاین شوی ده، د دې نه موږ په پوره توګه استفاده وکړو او شرایط ورته برابر وکړو چې دغه کارونه وشي، یعنی د افغانستان اقتصادي اجتماعي وضعیت بهتر کیږي، اقتصادي وضع پرمختګ کوي او نن سبا چې کوم فقر او افلاس زموږ په ملک کې دي، زموږ په ملت کې دي، دا په خپله لمن ځي. بریم به جمع حاضرین خانمی که در قطار دوم تشریف دارن. بهشتیم لغزین لکه څنګه چې موین سبو ویل چې پنځه لارې موږ په نظر کې لرو، دغه لارې به په څومره وخت کې د خلکو د استفادې وړ وګرځي؟ یعنې په څومره وخت کې به دا شمتوسي چې خلک له دې نه عملا استفاده وکړي؟ سمه ده، مننه کومه. دا ښاغلی په دویم قطار کې دې خواته شنستی. محمد امان حیدری هستم از ولایت بغلان. یکی از راهکارهای کشورهای اروپایی و امریکا همی بود که اگر مشکلات قومی در افغانستان رفع شود امی تقسیم فدرال بود. ما قبول نمیکنیم به خاطر که ما با هم برادر بودیم، برادر هستیم و برادر خواهیم بود. قومیت تقسیم کننده و انسانیت یکجا کننده است. اما مشکل در کجاست؟ سرگ دوش پل همری الی دوشی دو بار قیر شده، از خنجان الی سالنگ جنوبی ترمیم نشد، تا حال قیر نشده. تشکر از شما. خانم پداتور پړونی کې آخر قطر ته شنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوریم د لغمان ولایت څخه. ورونو منګه راځي دغه غر خو منګه لمای زوړای نه شو دی، ولی سی په خبره دا خو یو نعمت ده، د هلا پاک چې منګه راکل شوی دی. تاسو بس په دې مکوې منګه دغه سلیر شولایتونه یا مثلا سلور دي شولایتونه چې منګه لرو دغه ټول وصل دي، ټول سره یو دي، ولی منګه یو بل ولایتو ته تلای شو. راځي بس په دې وکړو چې امنیت څنګه جوړ کو. زمنګ امنیت خراب ده په هر ولایت کې، منګه هیڅ په نه یعنی که منګه داسې امنیت نه ونه لرو، تاسو د ریل سره اکثر رقم جوړوي. نن ورځ انجینران اختطافیږي، هغه مړ کیږي. امنیت باندې توجه کوي، امنیت جوړ کړي، ښه والیانو ټاکي، ښه وزیرانو ټاکي، ښه سیاست مخکې راوړي. دا نه منګه سیاست ټول خر شوی دی په امریکا او په نورو مملکتو باندې، منګه ولایت بیخي ټول له منځه لاړو. ورونه توجه کوي، امنیت جوړ کړي. امنیت جوړ نه کړي ته نه ریل جوړوی شي، د سړک نه ریل سړک جوړوی شي، نه داسې عادي سړک جوړوی شي. او چې زه عادي سړک لرم په هغه یعنی په ډاډه زړه په هغه باندې تګ راتګ کوی نه شم، بیا ته چې ریل جوړ کړي په ریل بس رقم زرای شم. مننه کوم. تاسو نه تاسو چې جغرافیا ستونزه نه ده، نو امنیت او حکومت ولې ده؟ امنیت د حکومت د حکومت ستونزه ده. زه غواړم چې حکومت خپل یعنی هغه مستحکم کی، خپل خ وزیرانو ټاکي، خو والیانو ټاکي، خو قماندانانو ټاکي. نن ورځ موږ پوستي خرڅب کیږي، ځوانان لمین ځي، توجه هغه ته نشته، ولی توجه د ته څنګه ده؟ غر خو لمین ځوړای نشي. خبرې کی دلته یو پښتنه وکلاند انجینر صاحب شما پوسخ وګین گفتن کمی پروژه کی شما پېشتر یاد کردین که چې پېشتر من سوال کردم اگر یک بار دیگه زحمت نشه که چقدر وقت در بر خود گرفت که عملی شوه که این راه ارتباط بین شمال و جنوب به توسعه پیدا کنه؟ بله، یک چیزی که ما راستی قدرت سرش نداریم زمانی که ضرورت است که یک سرک ساخته شود. بیشتر می‌خواستم بگویم که زمان نفرجان تنها مطالعات ابتدایی تقریبا 6 ماه را میگیره، بعد از فرجان دیزاین اخیرا نکنیم سال میگیره و ساختمان نظر به سایز پروژه است که شما چقدر طول سرک داخل یک پروژه میسازین. امروز پروژه فرزند 40 کیلومتر میتونه با 3 سال بسازیم. نگفته نمانه که از نعمتی که کوها بر ما میاره، اما در سه ساختمان سرک شدیدترین مشکلات مواجه ما میسازه. دیگه از اون نگاه برتون به صراحت گفته میتونم که اگر ما یک سرک درست بسازیم باید انتظار 4-5 سال داشته باشیم که سرک به استفاده برسه. چی داریم؟ یک مشکل داریم در این سفر فیزیکی. میریم به سوال بعدی برنامه. محمد داود غزنوی که از ولایت غزنی تشریف آوردن این سوال مطرح میکنند، بفرمایید. خدا، سوال ما این است که شمال و جنوب از لحاظ اقتصادی چی تأثیر دارد؟ تشکر. میرمون کاخیل، فکر کنم دغه داده که شمال او جنوب لکه مخکم یادونه شو دواړه زیرمې لري، دواړه امکانات لري، له اقتصادي اړخه دوی یو بل ته څنګه ګټه رسولی شي او پر یو بل باندې څنګه اغیز کولی شي؟ مننه. بیا هم هغه ټکي ته راځو لکه مخکې چې ورور مویل او د خور مویل چې دا ټول د صلح او د امنیت په موجودیت کې کیدای شي.
که من امنیت نوی او امنیتی مشکل دی من حل نسی زه فکر کوم چې هغه ولایت سره نزدې څنګ تر څنګ پراته دی هلته به رفت آمد مشکل وي. لومړی قدم کې باید حکومت دې توجه وکړي چې په افغانستان کې یو سوله او امن راسي او امنیتی مشکلات دی موږ ته یعنی سل په سلو کې نه حل کیږي، باید تر یو حده خو حل سي تر څو چې خلک وکولی سي په یو اطمینان او په آرامه فکر په آرامه زړه باندې د شمال نه جنوب ته لاړ سي، د جنوب نه شمال ته مرکزي ولایت سره وصل سي، شرق و غرب سره وصل سي، او موږ ښه کولی سي د تجارت له نگاه نه په خپل دننه هیواد کې موږ ښه کولی سي د یو ولایت نه بل ولایت ته که میوې وي که نور صادرات وي واردات وي سره دننه په خپل هیواد کې وکړو. نو فکر کوم چې دغه ټول به هغه وخت امکانات وي، ښه چانس به وي، ښه زمینه به وي چې په دې هیواد کې سوله وي، امنیت وي، زموږ امنیتي مشکل حل وي. زه فکر کوم په ولس کې مشکل نشته، دغه امنیتي مسایل چې موږ سره او فکر کوئ چې دا د لارو نشتوالی او دا لارو سختوالی مهمه خبر دا ده چې اوس فعلا خو زه فکر کوم شاید دما معلومات دومره وي یا نه وي چې فکر کوم همدغه د سالنګ لاره ده د فعلا لپاره، او په دې بیروبار ازدحام هم ډېر ده لکه څنګه چې موږ تاسو زه شخصا دا یولس کاله په دغه لار رفت آمد کوم. داسې وخت راغلی چې په ساتو ساتو موږ انتظار ویستلی، ځکه لاره یوه لاره ده، یو خطو ساید او موټر او بیروبار ډېر دي. لکه څنګه چې معین صاحب ویل که دغه لارې ډېرې سي، زه فکر کوم چې رفت آمد به هم ډېر وي، ارتباطات به هم سره نږدې سي، خلک به هم په دې ته وهڅېږي، زمینه او چانس به لا ډېر سي. نو خدای دې وکړي چې په اول قدم کې سوله امنیت او آرامي راسي، په دوم قدم کې دا لارې زر جوړې سي چې زموږ ولس وکولی سي په سهولت او ښه اسانتیاوو سره رفت آمد وکړي. انجینر صاحب عاصم، شما چه فکر میکنین؟ چطور میتونن مردم جنوب انتظار داشته باشند که پیشرفتایی که به طور مثال در صفحات شمال افغانستان صورت میگیره که در یه آخر مثلا ما از پروژه تمدید خط آهن و اینا صحبت های میشه که بین سرحدات افغانستان و آسیای میانه و ایران اینا که به اصطلاح چنین وانمود میشه که شمال داره به یک مرکز تجارتی تبدیل میشه، چطور مردم در جنوب میتونن امیدوار باشن که از مزایای این پیشرفتا اینا استفاده میکنن و به می ترتیب مردم شمال چطور میتونن امیدوار باشن که از منابع زیرزمینی که در طرف جنوب موجود است از اون مستفید شده میتونن؟ پیشتر بحث کردیم حکومت کوشش داره از طول 14-15 سال به این طرف که افغانستان سرک حلقوی شو وصل کنه که از کابل شروع میشه و از پروان میگذره بغلان و سمنگان و مزار شریف، شبرغان، فاریاب، پس وصل میشه به بادغیس و میره به هرات و از هرات فرا میه هلمند و وصل میشه به قندهار و زابل و غزنی و اردک میدان و کابل. این جاده کمربندی رو ما تا حال وصل کرده نتانستیم، 100 و چند کیلومتر در استقامت بین بادغیس و هرات هنوز این تکمیل نشده. دومی است که وقتی که ما از بولدک داخل میشیم، میم قندار و از قندار باید خارج شویم به اصطلاح بریم از شیرخان بندر تاجیکستان و از سالنگ عبور بکنیم. همینطور بریم از سالنگ وقتی که عبور میشه برای به حیرتان وصل شوه با ازبکستان. از آقینه که میه به شبرغان، از شبرغان مزار شریف به میشکل. تا هنوز ما همین راه ها را به شکل لازمش هست وصل کده نتانستیم. همینطور که از زرنج داخل میشه، از چابهار، از ایران میه داخل نیمروز میشه، از نیمروز میه فرا وصل میشه به سرک میه به طرف قندار یا دور میخوری میره پس به طرف هرات وصل میشه به تورغوندی. این ما نقل و انتقالات مال التجاره را دیبی مسیرها تا هنوز به صورت نرمال عیار کده نتانستیم، نه در داخل کشور و نه مال تجاره که از کشورهای همسایه میه و از معبر افغانستان میگذره میره با آسیای میانه و از آسیای میانه میره به طرف ایران یا به طرف پاکستان و هندوستان. هر زمانی که دولت افغانستان موفق شوه تردد را و نقل و انتقالات اموال مال تجاره را در این مسیر آسان بسازه، امنیتش را تامین کرده بتانه، پاتک ها و موانعی که در طول این مسیرها داریم در مسیرهای مختلف ای را رفع کرده بتانیم و تنها در کوی هندوکش یک معبر داریم که تونل سالنگ است، اگر ما رای متبادلی از ایره که از پروان دور میخوره، از دری غوربن عبور میکنه به شبر، از شبر دور میخوره به تالاب برفک و به دوشی وصل میشه،
ای راه هم دولت ما تکمیل میکرد و کامل میساخت. مشکلات امنیتی هنوز داره و در مسیر دوشی تالا و برفک سرک هنوز ساخته نشده و به شبر وصل نشده تا هنوز که باید وصل شود. و همینطور طرح دیگه که روی دست وزارت محترم فایدامی ما و دولت ما و شماست که به نام دهلیز شمال بلد. که از راه به اصطلاح دره صوف می وصل میشه به کمرد و سیغان می به ای اینا را اگر ما راه متبادل برش پیدا میکردیم، راه متبادل دیگه همین که از پروان عبور میکنه به دره پنجشیر و میره خواک وصل میشه به اندراب، همین راه فعلا قابل عبور است که از بالای به اصطلاح از ده خواک به بعد، یعنی کوتل خواک و طرف اندراب هنوز سرکش نساختن ساخته شد و اینا میتونه راه های متبادل باشه. سهولت در تردد مثل که جناب وکیل صاحب پیشتر گفتن مشکلات وجود داره و تنها تونل سالنگ است که مردم در زمستان ها ساعت های جبن میمانند، چه در شمال تونل سالنگ و طرف در دره خنجان، چه در جنوب سالنگ در دره سالنگ مردم منتظر میمانند. اگه این راه های متبادل حکومت و دولت ما مردم ما اینا را ما کامل کرده بتانیم، طبعا اینا خودش اسباب ترقی و پیشرفت و ارتقای زندگی را برای مردم ما شما مساعد میکنه. تشکر. میریم به جمع حاضرین. دا کاغلی پا سلارم کتر که دی خود این حکومت ماست که با طرح جامع و کامل روابط تجارتی و اقتصادی شمال جنوب را با همونطور که مویدی صاحب گفتن و جاده های کمربندی را ایجاد بکنه از شمال به جنوب ها. این میتونه خودش ایجاد بشه. مهین صاحب شرزه اگر کوتاه پاسخ بتون به این سوال، برای که دو تا از شرکت کننده ما این سوال مطرح کردن که رای خنجان گفتن که جور نمیشه، دلیلش چی است؟ مشکلات خود زیاد است. چیزی که باعث میشه که این چیزا صورت بگیره استفاده نادرست از سرک است. امروز نورهای دیزاینی که در افغانستان است مکمل نیست تاسفانه و یک سرک فرجن به وزن 12 تن دیزاین میشه. متاسفانه هیچ کس تا صاحب متاول متوجه نشد که چون منابع طبیعی ما فوق العاده زیاد است امو را به یک توناژ بلندتر دیزاین کنیم، چون نرم امو قسم بود که باید از 12 تن بر اکسل یک موتر زیاد نباشد. اما ما خاطرات دارم از بعض سرک است که در طول ساختمان خراب میشه، از این طرف ساخته میشه از این طرف خراب میشه، چون همین سرک هاییست که در این زمان که شما رو میسازین ناسازی میکنین مورد استفاده هم است. یعنی مشکلات کلان ما زیاد در خود دیزاین سرک است و نرم هاییست که هیچ وقت اپگرید نشده. تشکر. فکر که این 12 تن در جاییست که قدرت حکومت به سویه است که میتونه یک موتر که 12.5 باشه اجازه برش نده. اما او چیلی نداریم متاسفانه. ورزود خبروان بله پختنه تا؟ خاطره امانزه مترکیوی لکنر ولایت رغلی ده. ده هندوکش غرون زمونگ افغانستان په دو برخو ویشل شوه ده. چه زین گت هم لاری او زینون هم لاری. نمونگ اصرنگ کولشی چه ده گت سخه برخمان شو. منه نکوم مرمن اکاخیل؟ بله. افغانستان خوز ده هندوکش غرون ویشل ده دوار خواهو تا. دوار خواهو دی غرون هغه مشته ده او دا غرون وای چې زیانونه شته پکې غرون هغه مثبت ته کې به اخلو ځکه والی صاحب مې دوستان وی چې غرون ګټور دی او طبیعي نعمت ده چې خدای پاک هر هیواد کې دا پیدا کړی دی. هغه مثبت ته کې ته به موږ نظر واچو دی کې مادنونه دی هغه چې راو بس افغانستان ګل ګلزار کیږي جوړیږي خدای دې چې هغه وخت راو رسیږي. نو دا به دې ته نه تشبیه کوو، دې ته به مثال نه ورکوو چې دا غرونه موږ سره بیل کړي. ما چې زړونه نزدې رفت آمدي امنیت وي دا مسایل حل کیږي. راځئ چې غرونه هغه مثبت ټکي ته یې پرېږدو چې د دوی به ښه استفاده کوو، د معدنونه به راباسو، وطن به پې جوړیږي او غرونه به د دې لپاره استفاده نه کوو چې خدای نخواسته شمال جنوبي سره بیل کړي دي. موږ هېڅکله نه بیلیږو، یو افغانستان یو په مسیر د تاریخي چې 5000 کلن تاریخ لرو، موږ یو موټی افغانستان او د خارجي دښمنانو په مقابل کې موږ ټول قومونه دریدلی جهاد کړی دا وطن د مستعمری نشغورله دی قوی قدرت ته ما ته زنه دلته دا یادونه وکړه د بیلواله یا د توپیر چې رامسته شوی دی وای چې فکر کوي چې څنګه د لمنځي شي مخکې دوستانو ټول نظر پی ورک پیشتر همه دوستا نظر دادن که با وجود زیاد شدن راه های مواصلاتی سرک های دیگه که ساخته میشه در نظر است در پلان است این مشکل حل میشه و دیگه ای که یک صلح و امنیت در کشور ما در افغانستان بیه که دیگه ما تشویش نداشته باشیم که از شمال به جنوب میریم خدا نخواسته در با یک جنگ با یک حادثه روبرو میشیم که او جنگ باشه یا مثلا فایر باشه یا صدای انفجار
ناچار باشه. در با آمدن سال فکر کنم که همه مشکلات ها حل میشه و تمام ولایات ما میتونه یکی با دیگه از طریق راه های مواصلاتی رفت آمد کنه و خود ما هم باید در این کوشش باشیم، اینمی دوستی و صمیمیت باید رشد بتیم. مننه کوم. لطاسنه خانم افت، شما چه فکر میکنین که چطور میشه از مزایا و امکانات یعنی تقسیم و تنوعی که به دلیل موجودیت به اصطلاح کوه ها و حصارها به وجود آمده استفاده خوبتر کرد؟ بله، بسیار خوب. قسمی که خانم همایرا هم در صحبتشان گفتن، کوه های افغانستان خوشبختانه سرشار از معادن هستند. ما میتونیم از این مثلا فایده هاش که خواهر ما یاد کردن استفاده بکنیم، استخراج بکنیم اونا را و این زمانی صورت گرفته میتونه که صلح و امنیت برقرار باشه و مردم بتونن، دولت بتونه، حکومت بتونه به صورت بهتر و خوبتر در یک فضای امنیت وقتی که استخراج کرد یک معادن را، او را به صورت بهتر به مصرف هم برسانه و یک زمینی مساعد نشه مثل از اینکه حال هم او زمینه موجود داره و موجود است که سوء استفاده صورت میگیره از معادن. و همچنان میشه قسمی که موین صاحب هم فرمودن، راه های مواصلاتی را بیشتر ساخت، در راه ها و امکانات را میسر ساخت تا بهتر مردم شمال و جنوب روابط تجارتیشان را برقرار بسازن و استفاده درسته را خوبتر و بهتر بکنن. تشکر میکنم از شما. موین صاحب شیرزی، تاسو فکر کوئ چې د دغو غرونو او د دغو دیوالونو له ښېګڼو څنګه ولسونه ګټې واخلي؟ دلیلی که ما کوشش میکنیم که به جای خط حلقوي زیاتر توجه خود به وصل سرحدات شمال و جنوب سازیم، برای اینکه بسیار برنامه های بزرگ در آسیا وجود داره، شاید نام کارگ شنیده باشین که بانک آسیایی رو پیش میبره، از شش کاریدور آسیای مرکزی که ده مملکت شامل ازوست، سه از او از افغانستان تیر میشه. یعنی فکر کنید اگر ما امروز عرض اندام نکنیم، استاد نشیم و آمادگی خود نشان نتیم، از نگاه تکنولوژی خود موثرتر نسازیم، سرکای خود به شکل درستر بعد از این دیزاین نکنیم، ما شما این از این موقف ناکام میشیم. ما شما نمیتونیم اون خطوط مواصلاتی که نه تنها که مفادش برای ماست، افغانستان با هم بکر دیگه وصل کردن نمیتونیم. امروز شما ببینید، مقایسه کنید زمانی که ما نورستان رفته نمیتونستیم، سرک نبود. زمانی که ما با طرف بدخشان رفته نمیتونستیم، او رو مقایسه کنید به امروزی که ما نورستان میتونیم بریم، بدخشان به هر منطقهش رفته میتونیم، همچنان در مناطق شمال غرب افغانستان. اینمی خودش بسته میساز اجتماعات. زیربنای زیربناها در یک مملکت سرکش است که شما بتونید که یکی دیگر به من وصل کنید. زراعت ما بدون سرک پیش نمیره، معدن ما بدون سرک پیش نمیره، تجارت ما بدون معدن بدون سرک پیش نمیره. این حال توجه خاصی که ما داریم سر سرک است. تشکر. انجینر صاحب آسم، ستاسو په نظر څنګه د افغانستان له جغرافیایي ویش او د تنوع نه چې په دې نتیجه کې رامنځته شوې ده مثبته ګټه واخیستل شي او پر هغه ښېګڼو باندې پام ورټول شي؟ اولا د دې غره په درو کې او سردرو کې په میلیونونو مواشي افغانان په دوه طرف کې ساتي او د دې نه خلک استفاده کوي. حکومت باید کوشش وکړي چې د مواشي ساتنې دپاره او د هغوی د تکثر دپاره لا ډېر استفاده وکړي. او دغه لوی غر د زنګلونه ډک دي، زنګلونه یې خلق قطع کړي دي. حکومت باید کوشش وکړي او خلق خپله چې ممانعت وکړي چې دا زنګلونه نور قطع نشي، ځکه چې کله چې باران کیږي چې زنګل نه وي خو باعث د سیلاب کیږي، سیلابونه راځي نور آباد او هوار سیم خرابوي. علاوه د دې نه غوربند د سیند نه چې اوبه هم داسې را روان دی که دلته مونږ اوبو دپاره دغه بند جوړ کړو، ځکه چې په همدا نن مونږ د پروان په سیمه کې بګرام ساحه، قرباغ ساحه چې د کوم نیر او بندونه چې د پنشیر د دریاب نه او د غوربند د دریاب نه غځول شوې ده، دغه منطقې ته اوبه نه رسیږي که باغونه دي که زراعتي سیمې دي،
خلق تکلیف لري په دې دریابونو کې کومګ د آبیاری بندونه جوړ کو چې د دې نه بیا نارونه وغځيږي او اوبه ولرو په کوم په دغه موسم کې خصوصا په سنبلاو میزان میاش کې چوبه کمیږي که دغه بندونه ولرو بیا کولې شو چې دغه منطقې ته اوبه ورسو او د خانان باغداران او زمینداران هغه چې مشکلات لري دا به حل کو. یعنی په میلیونونو د پسلګونو میلیونو ډالر په ارزش مونږ کولی شو چې دلته پروژه اعداس کړو. د سالنګ په جنوبي د غره په جنوبي منطقو کې همداسې په شمالي منطقو کې. ډېره مننه کوم. آزاده جرګه همدلته پای ته رسیږي، اما این بحث را همکاران ما شام یک شنبه از برنامه صدای شمای بی بی سی ادامه خواندند. اگر می خواهید که در برنامه صدای شما اشتراک کنید لطفاً به آن زنگ بزنید که سپختن یا خبر در سرپاتی بید، نو در یک شنبه پا ماخم در استاسغک خبروانه تا چه لبی بی سی رادیو خبری که زنگ روه هی لطاس طول و درنو لیدونکو او ریدونکو او در خبروانه لگدونوالو او ملمنون دیر مننه چه پا خبروانه که ما برخ وقصله. جرگه آزاد همینجا به پایان رسید. تر بل خبروانه ما پا لوی سختن سپارم.